بچه ها چطورید من معامدنی هم و خوش اومده به یه آموزش دیگه از آموزش های بازدازی با ای یونیتی تو این ویدیو هم که تا از تامنیل و تایتل ویدیو معلوم بود میخوایم مامدی هم دیگه گردونه شانس بسازیم گردونه شانس یه دایره یه حاوی رنگ های مختلفه که هر کدوم از اون رنگ ها یک معنی خاصی دارن به عنوان مثال اگر گردونه شانس ما روی رنگ قرمز بیسته معنی یک نوع مجازات داره به عنوان مثال سیبیل آتشین و اگر روی رنگ زرد می باشه میتونه خوردن سس توند باشه البته این رنگ ها و معانیشون رو شما خودتون میتونید کاستومایز یا شخصی کنید و همونجوری که دلتون میخواد اونا رو بچینید. به عنوان مثال دایره شما میتونه دایره 8 قسمت باشه با رنگ قرمز، آبی و زرد یا میتونه دارای چهار تا قسمت باشه با رنگ قرمز و آبی یا هر جوری که خودتون دوست دارید. و اینکه گردونه شانس ما داره یک ثانیه شماره که هر ده ثانیه یک بار به شما اجازه میده که این گردونه رو بچرخونید. و همینطور دارای یک قدرتیه برای چرخوندن که میتونه کم، متوسط یا زیاد باشه که میتونه شدت چرخیدن دایره ما رو تنظیم بکنه. پس یادتون نره که اول از همه این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش فعال بکنید که اگر من ویدیو جدید گذاشتم سریع و تماشا بکنید و اگر هم سوالی داشتید حتما 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 داخل کامنت بنویسید اینستاگرام منم این بالا میاد یادتون نرگی فالو کنید و خیلی سریع بریم داخل آموزش من پروژه از قبل آماده کردم که این پروژه من کاملا خالیه یه دونه مین دارم که خب اینجا رنگش هم آبیه و یه دونه ارو اینجا دارم که داخل فتوشاپ یه دونه ارو یه فلش معمولی ساختم و گذاشتم اینجا که البته بهتون نشوندم چه جوری ساختم اول از همه بریم که دایرهمون رو بسازیم برای اینکه دایرهمون رو بسازیم من یه قسمتی از دایره رو وارد یونیتی کردم یعنی از اینکه دایره کامل رو وارد کنم یه قسمتی شده وارد کردم که اینجوری میتونیم بیایم داخل فتوشاپ الان من ویدیوهای تام 512 تا 512 یعنی دایره ام قرار 512 تا 512 باشه و اینجا یه دونه دایره میذارم روی قسمت شیپ فتوشاپ و اینجا دایره رو میکشم با شیفت به این شکل و برای اینکه دقیقاً روی نقطه وسط قرار بگیره میارمش اینجا که دو تا خط صورتی بیاد ببینید اینجوری دو تا خط صورتی میاد افقی و عمودی و این به معنای اینه که دقیقاً وسط الان درسته و حالا قبل از اینکه رنگش رو عوض بکنم بیایم اینو قسمت بندی بکنیم با این خط کشا میذارم وسط الان دو نیم شد البته برای اینکه خطیش کش کنترل آر بزنید که خط کشا بیاد یه دونه از اینجا میذارم الان چهار قسمت شد و البته قرار من هشت قسمت بکنم شما اگه دوست داشته باشید چهار قسمت بکنید یا اگه دوست دارید بیشتر 16 قسمتی یا بیشتر رنگش رو سفید کردم و دور خطم نمیخوام دور خطش هم بیرنگ میکنم که دور خط نداشته باشه و اول از همه این قسمتی که نمیخوایم پاک کنیم این دو تا قسمت سمت چپ رو نمیخوایم اینو پاک میکنم از اینجا یه کپی ازش بگیرم و برای اینکه رو پاک کنیم اول رو روی ایریزر میزنم اینو یه میزنم اوکی میزنم که آره من میخوام پاک کنم درسته و بعدش دلیتون میزنم یعنی بک اسپیس رو که بزنید همش خیلی راحت پاک میشه دوباره این قسمت هم میگیرم پاک میکنم و میونه این قسمت که باید وسط نصف برای اینکه این کارو بکنیم میتونیم ال رو بزنید ال رش... ال شورتکارت. یا رین بیاید از داخل فتوشاپ و اینجا دقیقا از همین نقطه وسط بگیرید تا این نقطه گوشه ی گوشه دقیق و اگر دقیق کار کرده باشید اینجوری بگیرید همچون این یه خورده خطش با بقیه خطا فرق کنه این خطشینایی که بغله با این خطش که این وسط کنه. یعنی خیلی دقیقه و بعدش برای اینکه قسمت رو به دست بیاری میشد یه قسمت از هشت قسمت که من کنترل رو میگیرم و بعد روی اون عکسش میزنم که این رو سلکت میکنه به شکل بهش یک دورش رو میکنیم و بعد این رو کراپ میکنیم رو قسمت ایمیج کراپ که بقیه اضافاتش رو برید و همین رو اکسپورت میگیریم فایل اکسپورت و میزنیم روی اکسپورت از به صورت پی انجی توی اون جایی که میخواهید اکسپورتش میکنید که من داخل هم پروژه یونیتی اکسپورت کردم اینجا و اینو میاریم داخل یونیتی و, این داخل یونیتی و این میشه یک, یک،, یک قسمت از هشت قسمت سیرکل ما که من اسمش میکنم پارت سیرکل و داخل پرانتز هم اسمش رو پارت سیرکل یک که بعدی هم میشه دو بعدی میشه سه قسمت‌های مختلف و حالا برای اینکه این رو درست بکنیم میتونید رنگش رو عوض بکنید چون رنگ سفیده خیلی راحت میتونید رنگش رو از همینجا عوض بکنید و اگر هم یهو با خواستید بازم تغییری در دایرهتون بدید دیگه نیازی نیست که برید داخل تا اول از اول همه رنگا رو عوض بکنید خیلی راحت اینجا میتونید دونه دونه رنگا رو عوض بکنید جابجا کنید رنگای جدید اضافه کنید و هر کار دیگه و الان این اولی درست شد برای اینکه بریم این سراغ دومی یه دونه از رو توپ دیگه و همین رو بهش روتیشن میدیم روتیشن زد چون داخل بازی دو بودی فقط روتیشن زد کار میکنه دیگه و 45 درجه بعد بچرخونیم دیگه همونطور میدونید میدونی چون اگه میخواد دقیق بیاد اینجا با 45 درجه بچرخه و الان ممکنه برای شما درست نچرخه و از نقطه وسط این قسمتتون بچرخه من اول رنگش رو عوض کنم بزنم روی سبز و ممکنه برای شما اشتباه بچرخه یعنی عوضی که مثل من از گوشش بچرخه وسط بچرخه و این باید قسمت پیوتش رو بذارید روی اون گوشه گوشه نوک تیزش که اونجوری درست میچرخه دیگه عوض اینکه بذارید وسط پیوتش رو بذارید اون گوشه که مثل من درست بچرخه پس از من پیوتش هم درست بکنید و من اگه یه خورده زوم بکنم اینجا میدید یه قسمت هایش از همدیگه فاصله داره و اگر ما میتونیم فاصله ها هم بعدا درست بکنیم که حالا بهتون میگم چه جوری فعلا دایره رو بسازیم من دو تا دیگه از روش دوپلیکیت کردم و بعدیم میشه 90 درجه به 40 ببین 45 تا 45 تا بعد اضافه بکنیم دیگه اولی میشه 45 دومی 45 علاوه 45 میشه 90 سومی 90 علاوه 45 میشه 135 همینجوری میره بالا که من رنگ هاشم درست میکنم این سه بومیار میذارم آبی چهار همون زرد میذارم بمونه 135 به علاوه 45 میشه 180 که رنگشم کردم قرمز 180 به علاوه 45 میشه 225 فکر میکنم و 225 به علاوه 45 میشه 315 که دیگه آخریشه حتی نه، میشه دی... بعد از 225 یعنی 45 بشه اضافه کنیم میشه 270 و بعد از 270 میشه 305 من اشتباه گفتم یه دونه آبجکت ام... خالی ساختم که این گیم, گیم آبجکت مونه ترانسفورمش ریسیت کردم چون تمام اون آبجکتهای های خودم ترانسفورمش رو ریسیته و این میشه سیرکل و میشه پرنت همه اینا همه اینا رو میبرن داخل چایلد این سیرکلمون و میشه پرنت همه اینا برای ما بخوایم دایره رو بچرخونیم اما از اینکه همه رو بچرخونیم خیلی راحت این دایرهمون رو میچرخونیم همشون با هم دیگه میچرخن پس اینم شد از این برای چرخیدن دایره از زد این سیکل رو استفاده بکنیم و الان اگه من زوم بکنم هنوزم هم فاصله ها هست و برای اینکه این درست بکنید من جای سری پترن دارم که میتونیم اینا رو بیاریم استفاده بکنید و اگر هم بخوام بهتون نشون بدم که چه درست کردم میریم داخل فتوشاپ اینجا من این ارو رو درست کردم و برای اینکه ارو رو درست کنیم رو قسمت شیپ فتوشاپ میزنید اینجا شیپ رو تغییر بدید به ارو یا هر ارو دیگه که دوست دارید رنگاش رو درست بکنید و اینجا من سری پترن دارم که پترن ها خیلی آسونه من فقط با یه خط استفاده میکنم خط افقی ببین اینجا لاین هم داریم یه خط افقی یه خط عمودی یه خط اوریب دو تا خط اوریب که میشه 8 قسمت و بعد هم یه دایره که بیاد اینا رو جدا سازی بکنه و اگر هم شما 16 قسمت دارید توی این رو به 16 قسمت تقسیم بکنید و وسطش هم یه دایره سیاه دیگه گذاشتم و تو دایره سیاه هم یه دایره سفید گذاشتم که حالا یه زیبایی بده و آخر از هم هم که این ارور مونه همه اینا رو اکسپورت کردم که نسبت فایل اکسپورت بود از, از میزنید و اینا رو اکسپورت میکنید داخل پروژه یونیتیتون اسمش هم حالا هر که دلتون میخواد میزنید من اسم این رو به عنوان مثلا میتونم بذارم سیرکل پترن پترن های این دایره من و این رو اسپورت کردیم و این رو دیگه اینجا نمیاد داخل های که همین سیکنمون رو بهش یه دونه اسپرایت رندرر میدیم همون پرنت اون قسمت هم رو اسپرایت رندرر این رو میدیم به قسمت اسپرایتش و الان میاد چرا نمیاد به خاطر اینکه اوردینر کم کمه میگم یک که اومد رو درسته و این گوشه هاش میدونید رنگ زده بیرون رنگ سبز زده بیرون و این اشتباهه برای اینکه نزنه بیرون شما اول از همه همه این قسمت رو دوباره از سیکلتون خارج کنید و بعد سیکلتون رو یک صدم به اسکلش اضافه بکنید بکنید یک و یک صدم که خود بزرگتر بشه که میدید الان دیگه هیچ فاصله بینشون نیست و درست شده و الان دوباره همه اون قسمت ها رو وارد سیرکلتون بکنید الان این سرکلم شد نهدهم و این سیریکل هم شد 1 و 100 به این شکل شد که دیگه هیچ خطا و فاصله هم بینشون نیست همه فاصله ها گرفته شد این هم که من گذاشتم بالا به معنای اینه که هر رنگی وایس اون بالا شانس ما اون رنگ بوده اول از همه میریم برای چرخوندن دایرم یه کلاس بسازیم اسم کلاس هم میذارم سیرکل که میریم داخلش اساینش کردم به سیرکل هم و میریم داخلش که بسازیم اول از همه فیلد هایی که نیاز داریم یه دونه پابلیک فلوت نیاز داریم برای رو اسپید روتیتمون یا همون قدرت روتیتمون که اسمش رو میذارم روتیت فورس و بعدش به چیز پابلیک دیگه کلات فکر کنم پرایوت باشه بهتره ریجید بادی دیگه میتونید یا پابلیک بذارید یا پرایوت من پرایوت میذارم ریجید بادی دو بودی که اسمش میذارم آر بادی و داخل میذارم استارت همین رو بازش اساین بکنیم آر بادی مون رو مساوی میکنیم با کیت کامپوننت چه ابجکتی ابجکت ابجکت که نه ریجید بادی دو بادی مون هم و بعد متد آپدیت که داخلش نیاز داریم که این رو به چرخونه حالا برای چرخوندنش هم یه متد دیگه میذارم پرایوت وید به عنوان روتیت روتیت میکنه می میچرخونه و داخل این روتیت حالا باید بنویسیم که چجوری روتیت کنه برای من اینو پابلیک میکنم چون احتمال داره بعدا بخوایم که ازش استفاده کنیم در کلاس ها یا دکمه های دیگه اینجا یک ایف میمیسم که اگر ما دکمه اسپیس رو زدیم بیاد و این متد روتیت رو بخونه input dot get کی down down میخوام باشه کی کد اسپیس به راحتی و داخلش هم یعنی جلوش هم می که روتیت رو بخونه متود روتیت رو بخونه. و وقتی که متد روتیت رو خوند بعد این دایره ما بچرخه یعنی به ریجید بادیمون یه ات اتورک کنیم اتورک ات یعنی به عنوان سر یه چرخشی به ما میده میتونید از اتورک ات استفاده بکنید اتورک ات میده چه به عنوان چه نیروی روتیت فورس مو زبدر 100 در 100 کردم که سرعت چرخش باید زیاد باشه چون یک بدید خیلی کمه حتما باید 100 200 به بالا باشه و این این روتیت بولین این روتیت گذاشتم که اگر ما در حال چرخش بودیم یعنی همجوری داشت میچرخید هیچ کاری انجام نشه دیگه نمیخوایم که موقع چرخش رنگ اون به مناسبت نشون داده بشه موقع چرخش وقتی که روتیت خونده میشه این ترو میشه یعنی ما در حال چرخشیم و چه جوری باید رو فالز کنیم حالا بهتون میگم اینجا ریزیت بادی ما اسان کنیم اول از همه مووآپ میکنیم و اینجا داخل ریزیت بادیمون، یه سری اینفو هست من این روتیت فورس هم, هم گذاشتم روی 10 که با یه تستی بزنیم این اینفو رو من باز کردم داخل جیت بادیم و اینجا یه دونه انگول داریم که میتونیم از این استفاده کنیم الان من پلی می‌کنم بهتون میگم چه جوریه بازی که پلی بکنیم البته الان افتاد <تصفح> اشتباهه من این گرویتی شو باید صفر بکنم حواسم نبود گرویتی اسکیل رو صفر می‌کنیم و یه بار دیگه پلی می‌کنیم که آبجکت اون نیفته برای من این اسپیس رو بزنم توی دلت خیلی سرعتی میچرخه و انگولار ولوسیتیمون بالای 1000 رفت الان 800 و خیلی کم کم داره ازش کم میشه یعنی الان هنوز رو روی 700 600 و ما نمیتونیم این همه وایسیم که بچرخه دیگه چه خبره باید خورده سرعت چرخشش کمتر بشه پس میتونیم اینجا انگولار از انگولار ولوسیتی استفاده بکنیم بعد از این ایف یا ایف دیگه می نویسم که اگر ریجید بادیمون انگولار ولوسیتیش بیشتر از صفر شد یعنی چی یعنی در حال چرخش دیگه وقتی بیشتر از صفر یعنی می چرخه اگر بیشتر از صفر شد بیا هی ازش کم کن که هی کم شه بالاخره دیگه هی نچرخه دیگه به یه جایی باید کم شه و صفر بشه دیگه پس اگر بیشتر از صفر شد بیا و با ریجید بادی ولوسیتی ما کمتر از دو کن هی منهای دو کن من منهای, منهای دو کن تا بالاخره برسه به صفر و بعدش هم باز هم ممکنه انگولار ولوسیتی ما زیاد باشه ولی خب ما این رو بعدا میتونیم تغییرش بدیم فعلا یه ایف دیگه هم مینویسم برای اینکه بتونیم این روتیت اون رو هم فالس بکنیم که هر وقت ریجیت بادی اون انگولار ولوسیتی مساوی صفر شد یعنی برسید به صفر اون موقع بیا و این روتیت ما رو دیگه فالس بکن دیگه چون دیگه ما در حال روتیت نیستیم دیگه از حالت در روتیت در اومدیم چون صفر و بعد هم میدونه از math.clamp دات استفاده میکنم برای همین انگولار ورسیتی که اجازه ندیم انگولار من ورسیتی منفی یا بیشتر از به عنوان مثلا 360 بشه clamp که عددمون آر بادی دات که مینمومش میشه 0 و ماکسیمم می میشه 360 البته هر عددی که خودتون دوست دارید من مثلا 360 که دیگه سرعتش بیشتر از 360 بیشتر نشه دیگه همون 360 بکنم بس باشه یا میتونید بزنید حالا 400 500 و همین رو دوباره میریزیم داخل آر انگولار برسید یعنی به همین سادگی هم نیست حتما باید اون عددتون رو مسابقه کنید با مت دات دوباره همون عدد مینج و مکسش به این شکل یه بار دیگه تست می‌کنیم الان من اسپیس رو می‌ذارم و همچنین دیگه از سیزدهش بیشتر نشد و یواش یواش داره کم میشه تا رسید به صفر و تمام این روتیت مون داره درست کار میکنه و بله دیگه الان یه بار دیگه من هم بزنم همچنین داره درست کار میکنه. یواش یواش کم شد تا شد به صفر رنگش زرده خب حالا بریم ببینیم که موقعی که وای رنگ اون چه رنگیه روی چه رنگی وایت یه دونه پرایوت وایت نیست و بشون میذارم گت کالر یعنی موقعی که به اون ساعت ما وایت ساد اون موقع میت گت می چه رنگی داریم روی چه رنگی وایت و اگه ما این رو بچرخونیم هاتون میاد اگر از منفی دو حساب بکنیم اینجا منفی دو قرمزه از منفی دو تا منفی 45 قرمزه پس ما میتونیم حساب کنیم که از منفی دو تا منفی 45 قرمزه. پس اگر یه موقع روتیشن سیرکل ما منفی دو منفی سه منفی چهار تا منفی 45 پنج بود یعنی رنگ ما قرمز میتونیم از این استفاده کنیم پس ایف می که اگر به عنوان مثال اگر روتیشنمون رو میخوایم برای اینکه روتیشن رو داشته باشیم یه فلوت می‌ذارم، که اسمشون میزازم روت, روت مخفف روتیشن که مصاویش می‌کنم با ترانسفورم دات روتیشن همون دیگه دیگه روتیشنمون همون دیگه قسمت زدش قسمت دیگر همون روتیشن دیگه Z زد که همون روتیشنمون داریم به اسم روت و همینجور میتونیم داخل همه ایفامون استفاده بکنیم توی ایف اول همین گیفی نوشتیم می نویسم که اگر روتمون به عنوان سال بزرگتر از صفر شد یعنی از صفر گذشت می شد یک دو و کوچکتر از چهل و پنج بود دیگه دیگه چهل و پنج بیشتر که نداشتیم از صرف تا چهل و پنج یعنی یک حساب تا چهل و چهار حسابه دیگه چون من علامت مساوی نذاشتم فقط علامت بزرگتر این کوچکتر گذاشتم که این باز عدد یک فقط حساب باشه تا عدد چهل و چهار یعنی چهل و پنج حساب نیست پس این شد رنگ زرد از یک تا چهل و چهار رنگ زرده که ما داخل ایفمون همین رو نوشتیم بزرگتر از صفر و کوچکتر از 45 من اینجا علامت مساوی رو گذاشتم اینجا 45 حساب میشه ولی من نمیذارم چون نمیخوام 45 حساب بشه چون 45 یه خط سیاهه و دیگه هیچ رنگی توش وجود نداره یه دونه کالر میسازیم که بدونیم کالری که داخلش هستو بهش بدیم دیگه اسم یعنی کالر رو میذارم چانس کالر یعنی کالری که شانسمون بوده و اینو مساوی کنم اول از همه با رنگ سفید یعنی همون وایت و بعدش اگر یه موقع 0 تا 45 بود رنگ ما میشه چی میشه مثلا می اینجا بنویسیم چانس کلرمون رو مساوی میکنیم با کالر دات رنگی که بود دیگه یعنی یلو رنگمون زرد بود از 0 تا 45 زرد شما میتونید اینجوری دونه دونه تست بکنید ببینید که هر درجه چند الان از 1 تا 44 یعنی همون 0 تا 45 زرده بعد از زرد سبز یعنی از 46 تا 89 که 90 دیگه حساب نیست 89 میشه 100 پس یه دونه else if نیستم پایینش و میگم که حالا در غیر این صورت. اگر روتیشن من حالا بیشتر از 45 بود بازم 45 حساب نیست اگر بیشتر از 45 بود و کوچکتر از 90 بود یعنی خود 90 هم حساب نیست 89 حسابه کوچکتر از 90 بود اون موقع بیا و رنگ ما رو تغییر بده چی بود رنگمون سبز بود دیگه این دفعه رنگمون میشه گرین سبز پس اینجوری میتونید دونه دونه شما این رو بنویسید بر اساس روتیشن و خود چیزی که اونجا هست خب داخل این ایف هم من همه رو تونتون می نمیسم دیگه همه رو بهتون یاد دادم دیگه از ایف همون عدد رو 45 تا 45 تا بهشون اضافه می کنید بعد از 90 میشه 135 بعد از 135 میشه 180 بعد 225 بعد 270 و بعد هم 315 که الان اینجا همچون که میدونید رنگ اول ما زرد بود رنگ دومون گرین بود و الان من رنگ ها رو زدم فقط ببینیم که مشکلی داره یا نه من داخل یونیتی از همه رنگ و دو تا رنگ داشتم یعنی از قرمز از سبز از هر کدوم دو تا داشتم ولی اینجا من از ردم یه دونه دارم پس این نشون که من یه مشکلی هست اینجا اشتباه نمیشم 270 بعدش 215 و بعد یه السیف دیگه هم بذارم که دوباره از 315 باشه اینجوری شد 315 باشه این یه فاصله تا 360 دیگه آخرش چسته دیگه یعنی همون صفر که اینم میشه از هر کدوم رنگا من چون داخل یونیت دو تا گذاشته بودم پس اینجا ما دو تا داشته باشم دو تا زرد دو تا قرمز دو تا آبی دو تا سبز و بعدش هم برای اینکه بدونیم داخل یونیت چه اتفاقی داره میفته یه پرینت ازشون میگیرم که روتیشن هم چنده و همینطور پرینت میگیرم که این رنگ من چند شد عددش به چه چیزی تغییر کرد و بعد همین متد رو داخل آپدیت هم باید صدا بزنیم که می اگر این روتیتمون خاموش بود یعنی فالس بود اون موقع بیا و گت کالر کن اینجا این روتیت هم یه دونه علامت تعجب پشتش میذارم به معنی اینکه اگر فالس بود یعنی ما نمیخوایم در حال روتیت هی رنگا رو به فقط وقتی که وایساد فقط وقتی که از حالت روتیت در اومد و خب یه بار پله بکنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته خب الان من دکمه اسپیس رو میزنم و این میچر خرطه کنترل ببینید الان منفی 9 دهم ده به ما نشون میده در صورتی که روتیشن من 225ه نمیدونم چرا اسپیس رو میزنیم و داره میچر فقط روتیشن ما دوروور یکه یعنی 9 دهم ده, هم، ده هم، هم. همش این عدداته در در صورتی که الان روتیشن من ببینید 226. و پس چرا به ما داره 9 دهم نشون میده پس اینجا یه ای اختاری داریم داخل کود نویس شما نمیتونید از روتیشن صاف استفاده کنید شما باید از لوکال ایلوار انگل استفاده بکنید مثل همون ایلوار ولاسیتی لو یعنی همون ای دوباره بود اینجام لوکال ای دوباره دقیقاً همین زد و زد ای بر روتیشن شما رو دقیق با شما میده اون روتیشنی که استفاده کردیم ببینید اشتباه الان درست شد ببینید صفر اینم صفر الان من اگه روتیشن بکنم به چرخونه ها توی روتیشن من 1 و دهمه ده پس اینجام 1 و کاملا درسته پس ما میتونیم از همین لوکال ای انگل استفاده بکنیم به جای روتیشن چون روتیشن اشتباه بود و رنگ که نمیده فقط داره آر 1000 2000 اینا نشون میده که خب اینجا نمیشه فهمید جنگ چنده اینجا نمیتونیم بفهمیم فقط فهمیدیم که روتیشن اون داره درست کار میکنه اوکی این از این پس میتونیم اینجا اینا رو پاک کنیم فعلا روتیشن رو پاک کنیم چون دیگه روتیشنمون درست کار میکنه رنگ هم پاک میکنم که حالا بعدا درستش میکنیم چه جوری رنگمون رو ببینیم میخوایم بدون اسکرول جنرال درست کنیم توی یه آبجکتی که بتونیم ازش استفاده کنیم و این هم درست شد فقط ممکنه یه موقع هایی دایره ما بیش از حد بچرخه یعنی عوضی که یه دور بچرخه دو سه دور بچرخه و موقع عدد ما چند میشه بیشتر از 360 میشه ممکنه دو دور بچرخه و باعث میشه که عدد ما بیشتر از 60 باشه و اون موقع این ایراد پیدا میکنه پس ما باید بهش بگیم که اگر یه موقع روتیشنت روتیشنی که گرفتی بزرگتر از 60 شد اون موقع بیا و دوباره هم روتیشن تو منهای مساوی 60 کن یعنی اگه دیدی از بیشتره دوباره یه بار منهای 360 کن که بیشتر نشه دیگه. دیگه اگه 400 شد من های 60 کنم میشه 40 همون به اون رنگ زرد با میده 40 از 45 دیگه پس عدد رنگ زرد با میده. این درست کار میکنه اصلا نگران نباشید این ایف کاملا درست کار میکنه که اگه یه موقع بیشتر چرخید این رو یه دور من 60 میکنه که دیگه درست بشه خب اینجای دیدم کلاس درست میکنیم به اسم چانس منیجر که مدیریت کننده شانس ماست که اینو میدن به همون ارو در اصل و اینا رو پاک میکنیم بهشون احتیاجی نداریم اول از همه این سوالات فیلد هایی که بچه احتیاج داریم میدون اسپرایت رندرر احتیاج داریم همون آبجکتی که بهتون گفتم قرار رنگ بره داخلش شانسمون بری داخلش و بعدش از خود سیرکل میخوایم استفاده کنیم از متدهایی که داخلش هست و بعدش یه پابلیک تکست دیگه که میخوایم همون قضیه چیزی که بهتون گفتم قضیه تایمری که بهتون گفتم رو برسیم داخل تکست که از نیم اسپیسش هم باید استفاده بکنیم یوتین انجین دات درست شد تایم تکستش رو میذارم تایم تایممون هست و بعدش دوباره پابلیک اینت روتیت به عنوان مثال تایم uh, که من به عنوان مثلا پیش فرضش هم می‌ذارم رو عدد 10 همون تایمی که قرار هر ده ثانیه یک بار انجام بشه دیگه بر همین ده و بعدش هم کالر که اسمش رو می‌ذارم چانس کالر همون شانس رنگمونه بعدش هم های هاید اینسپکتور پابلیک فلوت تایم همون تایم همونه که قرار عوض بدل که کم زیاد بشه تا برسه به 10 و بعد دوباره یه هایدن اینسپکتور دیگه پابلیک بولین کن روتیل که آیا میتونم بچرخم یا نمیتونم بچرخم آیا اجازه چرخیدن دارم یا نه این چانس اسپرایت همون اسپرایتی که داخل باید داشته باشیم که رنگمون بریزیم داخلش که بفهمیم روی چه رنگی هستیم سیکرم که همین سیکره که قرار استفاده بکنیم تایم تست هم که بهتون گفتم همون تکسی که قرار تایم بریزیم داخلش روتیت تایم همون تایمی که قرار مکس باشه یعنی چند ثانی وایسین 10 ثانی وایسین به مثال کن هم به همون رابط داره که اگه 10 شد اون موقع بیاد کن روتیت رو ترو بکنین که ما میتونیم بچرخیم هم 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 تایم همون تایمیه که قرار برسه به 10 یا برسه به 0 که عوض بده بشه و چند کالن هم همون هم رنگی که قرار بریزیم داخل چند اسپرایت پس اینا رو فهمیدید برای چی یه دونه متد آپدیت اول از همه میسازم و بعدش هم احتیاج به متد دیگه, دیگه که پرایوت پرایوت وید تایمر که قرار تایم رو به اون ست بکنه که اول از همه همتون میدونید تایم به علاوه مساوی تایم دات دلتا تایم که زمان واقعی رو به ما میده و ثانیه شمار میشه به عنوان مثال که داخل متد آپدیت هم ثانیه رو استفاده میکنیم و الان ثانیه ها همه داره دا میریزه داخل تایم که اگر تایم ما حالا رسید به ده دیگه یعنی اگر بزرگتر یا مساوی روت تایم شد یه یعنی ایف نویسیم تایم اون بزرگتر از یا مساوی روت تایم شد اون موقع بیاد و کن روت رو طلوع بکنید چون الان دیگه میتونی روت بکنید چون 10 ثانیه گذشته و دیگه اجازه روت کردن داری پس کن روت رو مساوی می‌کنه با طلوع اینجا و بعدش هم احتیاج داریم که بگیم حالا چه جوری فالس بشه موقعی که مساوی نبود یعنی در غیر این صورت دیگه دیگه چیز دیگه که وجود نداره در غیر این صورت کن رو فالس بکن هم فالس. به همین آسانی کن مساوی فالس شکل حالا پایینش هم دوباره یک که اینا همه بریز داخل تکست اول از همه تایم اون رو مساوی کنیم با math.clamp که از یه عددی بیشتر و کمتر نشه که تایممون رو مینش میشه صفر از صفر کمتر نشه یه موقع منفی نشه و مکس هم میشه همون روتیت تایم اون دیگه از 10 بیشتر نشه به اون صد یهو 11 12 نشه همون 10 باقی بمونه یا اگر شما گذاشیدش 20 همون 20 باقی بمونه و بعدم هم همین رو بریز داخل تکستمون تایم تکستمون رو مساوی مصابقی... قسمت تکستش رو مساوی کنه با دوباره ماس چون قراره رون تو اینت بشه دیگه چون تایم ما یک عدد فلوته ما نمیخوایم فلوت نمایش داده بشه پس رون تو اینتش میکنیم تایممون رو به بعدش دوباره تبدیلش کنیم به استرینگ که میذاریم دات تو استرینگ تبدیل شد به استرینگ و ریخت داخل تکس ما و میتونیم همینجوری بذارید که داخل یونیتی به شما نشون بده یک سه تا ده ولی من نه نشون بدم که مکس هم, هم چقدره پس یه ای دونه اینجا به اضافه میذارم و داخل دابل کوتیشن یه دونه اسلش میذارم و بعد به اضافه دیگه که داخلش دفعه مکس هم, هم میذارم یعنی روتیت تایم هم, هم میذارم دات تو استرینگ یعنی به من نشون بده یک از ده دو از ده سه از ده تا سه از ده از ده و یه میدم که اینجوری به شما نمایش داده میشه دیگه اگه پرشه میشه ده از ده اگه مثلا نصف باشه میشه پنج از ده شیش از ده هفت از ده به این شکل که این شکلی خیلی به نظرم بهتر میتونه باشه خب این هم از تایمر و چیزی که قرار داخل یونیتی ما نمایش بده که داخل متود آپدیت تم ازش استفاده کردیم و بعدش داخل متود آپدیت ایف هم ای آده نیستیم که اگر اون سیرکرمون داست این روتیتش یه این روتیت داشتیم البته اینجا پرایبت فکر کنم آره من پابلیکش بکنم پابلیکش, بکنم. پابلیکش بکنم. میکنم و این اینسپکتور میکنم که داخل اینسپکتور یونیتی نمایش داده نشه و اینجا این این روتیت داشتیم سیکل داد، این روتیتمون اگر فالس بود یعنی اگر ما روتیت نداشتیم یعنی فالس داده بودیم اگر فالس بود اون خب کار بکنه به عنوان مثال بیاد همون رنگا رو بگیره و بریزه داخل اسپرایتمون چانس کالام رو مساوی کنه با سیکل یعنی رنگا رو بریزه تو رنگمون و بعد بریزه داخل اسپرایتمون یا البته فکر این کار اضافه است اضافه است فکر کنم این از گیت کالر اصلا چرا نمیگیره گیت کالر اینجا فکر کنم پرایوته بله اینجا گیت کالر مون پرایوته و البته خروجی هم نداره من میخوام بهش خروجی بدم خروجیش میشه کالر چون رنگ رو میخواد خروجی بده و بعدش هم برای اینکه همه رنگ رو خروجی بده این آخر از همه که همه رنگ رو گرفته بود شو ریترن میکنه همون رو ریتن کن همون چانس کالر رو به این شکلی میکنه و اینجوری ما میتونیم داخل ترانسپرنسی ازش استفاده بکنیم که همین رنگی که از گیت کالر میگیره رو میرزه داخل اون ارتباط باید پرایوت پابلیکش هم بکنم اندروز شد گیت کالر اله و الان کالری که ازش میگیره رو میرزه داخل چانس کالر و دوباره چانس کالر کالرشو میده به اسپرایتمون البته یه خورده دوباره کاری شد میتونیم یه کاری بکنیم میتونیم راحت اسپرایتمون رو رنگش رو بریزیم یعنی گیت کالر بکنیم بعد رنگو بریزیم داخل اسپرایتمون دیگه نیازی نداریم چانس کالر داشته باشیم چانس کالر پاک میکنم خیلی مستقیم گت کالر کردیم و رنگ رو داخل چانس اسپرایت ما به همین آسانی که این ایفم به این شکل می‌نویسم خطی می‌نویسم و خب حل الان درست شد خیلی هم ساده و شیک شد این هم که پابلیک شد یه خروجی کالر هم بهش کالر هم بهش دادیم و اینجا داخل روتیت هم یه ایف بنویسیم که اگر من میتونستم روتیت بکنم روتیت کنه در غیر این روتیت نکنه و این کر روتیت داخل چانس منیجر بود به همین وجه پابلیک چانس منیجر رو بنویسیم چانس منیجر که اسمش رو همون منیجر که داخل ایف نیستیم که اگر نمون قسمت کند روتیتش true بود تو میتونی به چرخی برای تو کند هم دوره پرای... نه مثل اینکه پابلیک درسته که اگر کند روتیت ترو بود یعنی اجازه یه روتیت کردن داشتی بیا و اینجوری اد بکن و خب الان درست شد بریم که با هم دیگه دو تست بکنیم که ببینیم آیا کار میکنه یا نه برمیگردم داخل یونیتی و اینجا چیزایی که میخواد بهشون میدم چانس اسپرایت میخواد که اسپرایت میزدن اسپرایت دو بودی که یه دونه به مثلا یه اسپرایت دایره بهش میدم همینجوری و رنگم هم که نمیخواد و ریست میکنم الان خیلی بزرگه میذارمش نیم و نیم میارم سمت چپ یه خورده خیلی رفت میذارمش اینجا همون منفی 5 فکر کنم خوب باشه این شده چانس اسپرایتمون که اینو بهش اسائن میکنم اسمش هم تغییر بدیم دی اسمش هم میذارم همون عوض نیو اسپرایت میذاریم چانس اسپرایت بله این شکل و بعدش چی احتیاج داره سیکلمون داره که اینم هم سیکلمون بهش اسائن کردیم تکست میخواد که نیاز زندگی داخل کمبس نیاز به یک تکست این هم ساختم و داخل تکست که باید حالا درستش بکنیم من میذارم شو بولد و بیست میکنم فونت سایزش رو و میذارم روی و اوورفلو رنگش هم سیاه سیاه داخلش هم به اون صورت مثالی می ده 10 از 10 10 اسلش 10 یعنی ده فاصل فاصل 10 و بعد فونت سایزش رو کردم 50 که بیشتر بشه میذارم روی وسط و وسط و یه خوردم شو کم میکنم که بیاد پایین و روی 300 فکر می 300 خیلی داره چسبیده 320 گذاشتم روی 320 فونت سایز می کنم 60 فونت سایزش رو و خب الان حله و همین تکسمون رو اصلا می کنیم. به ارامون روتیت تایم هم که دهی هیچ چی سیکل چی می میخواد یه دونه چند منیجر میخواد که هم ارو ماشینم بهش اصلا می کنیم و بریم که پلی بکنیم بریم چه اتفاقی میفته خب علاوه از همه این یک از ده دو از ده سه از داره میره و اگر من اسپیس رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته الان من دارم اسپیس رو میزنم و هیچ اتفاق نمیفته چون از ده از ده نشده الان 10 ده, ده شد و من میتونم اسپیس رو بزنم الان من اسپیس رو میزنم و هم توی چرخید رنگ رو به من نشون داد رنگ آبیه و اگر این هر چقدر دلم دارم اسپیس میزنم و این ده از صفر نمیشه مثلا داره درست کار میکنه همه چی داره درست کار میکنه رنگ قرمز من نشون داد ولی ده از صفر نمیشه و این اشتباه. ما یه جایی پس برمیگردیم داخل کد که یه جایی بالاخره صفر کنیم فقط از این میخوام یه باتن هم یه دکمه هم اینجا بذارم که با به وسیله این دکمه این دایره ما بچرخه و دیگه با اسپیس نباشه یه باتن ساختم و یه خورده بزرگش میکنم با من اسم میذارم چون 200 یه خورده بزرگش میکنم سایز ایناشو درست میکنم و الان درست شد ویتوایتش کردم 250 در 100 و گذاشتمش روی منفی 425 و اینجا به آن کلیکش یه دونه اضافه میکنم این سیکل رو به آن کلیکش میدم فانکشنش رو میذارم روی سیکل و روتیت حله الان دیگه مثلا کد نویسی هم نمیخواد فقط باید بیایم اینجا و دیگه این اینپوت اسپیس رو برداریم چون دیگه نمیخوام با اسپیس کار بکنم همون با دکمه روتیت کار بکنه حله و بسته و قرار بود تایم اونم صرف بکنیم که همینجا بعد از اینکه روتیت انجام شد میاد منیجرمون داد تایممون رو که پابلیک هم بود مساوی صفر میکنه که دوباره بره از اول پس اینم از این درست شد حل شد پس برای این داخل یونیتی که یه دور دیگه با هم دیگه تست بکنیم که ببینیم آیا همه درست کار میکنیم یا نه الان یک از ده و هر چقدر روی دور بزنم هیچ کاری انجام نمیشه پس درست کار میکنه الان 10 شد من میزنم و هم توی الان روی زنگ سبز سبز نشون داد و دوباره اعداد من هم صفر شد به درست کار میکنه و فقط یه دونه فورس فیلد دیگه هم بذاریم حله یه دونه یک ایمیجی بذاریم که بتونه هی کم و زیاد شه تا این قدرت و شتاب دایره ما رو کم و زیاد بکنه رنگش هم میزنم روی سبز داخل کنوه ساختمش یک نوع ایمیجه که میذارم شو حالت فیلد و میذارم شو همین رادیال 360 درجه که همین این یعنی 360 درجه میچرخه دیگه یا میتونید بزنید روی 180 درجه که به این شکل میچرخه یعنی کم و زیاد میشه میتونید 90 درجه که به این شکل یا ورتیکال که از بالا به پایین یا هوریزنتال که از پایین یعنی از راست به چپه که اینو برای هلس بار ها میشه استفاده کرد حالا من زمین همون 360 درجه که به این شکل باشه و این قراره هی کم و زیاد بشه تا بالاخره همون داستانی که توی همه بازی هست دیگه هی, هی کم و زیاد بشه و این فورس و قدرت ما رو هی کم و زیاد بکنه پس اینجا یه ای ایمیج هم میخواییم برای همین به نیم اسپیس یو هم احتیاج داریم و پیش هم همون فورس فیلد که نه فورس فیلد. او داره این هم نوشتم درست شد و بعدش بعد از همین استفرا... استفاده بکنید داخل کد که اینجا هم توی این عدد بین صفر و یکه و دیگه بیشتر از این وجود نداره برای همین ما روتیت فورس باید 0 و 1 بکنیم دیگه پس این رنج براش می‌ذارم و رنج هم صفر 0 و 1 و تمام پس رنج هم شد 0 و یک. اینجا هم می‌بینید الان دیگه 0 و 1 حالا من کلیک بکنم اینجا همین دیگه, اینجا تای تای, تایش. س... یکی تای... یعنی کمترینش هم صفره. پس به این برای فیلداتون رنج هم بذارید اگر اینتی فلوت هستن و خب بعدش هم پایین تر و اینجا این پایین داخل هم متد روتیت میتونیم این رو بکنیمش دو هزار چرا؟ چون دیگه عدد ما شد سفر و یک و دیگه سفر و یک باید زبدر دو هزار بشه تا برسه به یه عدد بزرگ بشه خیلی هم داشتم روی همون 100 یک زبدر 100 میشه صد و دیگه صد خیلی عددی کمیه پس من کردمش 2000 که, که سرعتش بیشتر بشه و اینجا هم فورس فیلدمون رو یه دونه فیل امونت داشت داخلش همونی که بین 0 و بود کم زیادش می‌کردیم فیل امونتش رو مساوی می‌کنیم با همون روتیت فورسمون که اونم 0 کش کردیم و بعدش همین فورس فیلدمون رو دوباره اینجا من البته اس... یه دونه بعد اضافه کنیم به عنوان گرادیانت که اسمش هم بذارم همون گرادیانت با جی کوچیک گرادیانت هم فکر کنم بدونید چیه داخل ویدیوها توضیح دادن داخل ویدیویی که هم لینکش بالا از توضیح دادم گرادیانت رو گرادیانت هم شامل رنگه که الان بهتون توضیح میدم فورس فیلدمون رو دات کلرش رو مساوی میکنیم با این گرادیانت دات داخل پرانتز روتیت فورس حالا الان شاید ندونید چیه بپرسید چرا روتیت فورس اصلا چی شد این شکلی شد الان بهتون توضیح میدم گرادیانت اینجا هم یک عدد رنگه که میتونید هر چقدر دلتون میخواد داخلش رنگ اضافه بکنید که الان من رنگ کمی کمترش رو میذارم روی قرمز و بیشترینش رو میذارم روی سبز که وسطش هم باید زرد باشه وسط هم میدونیم میزنم روی رنگ زرد به این شکل این الان رنگ قرمز رو میزنم روی سی درصد که قرمزش بیشتر بشه اینم گذاشتم رو 70 درصد زرد هم دقیقاً میذارم وسط یعنی روی 50 درصد اینجا که این سه تا رنگ دیگه یعنی اگه فورس فیلد ما کم و زیاد بشه قرار رنگش هم سبز و قرمز جابجا بشه جا این اول اولش یعنی اینجا عدد یکه و این آخر آخرش که قرمز صفر یعنی اگر ما روتی فورس رو مو یک باشه عدد س... س... رنگ سبز رو بهمون نشون میده و اگر بیاد وسطا رنگ زرد بهمون نشون میده و اگر بیاد صفر رنگ قرمز بهمون نشون میده برای همین من داخل اونجا داخل اون پرانتز روتی فورس رو نوشتم رو روتیت فورس ما هم بین صفر و پس گرادیانتمون رو ایوالیت میکنیم روتی فورس و همون رنگی که بهمون به میده رو میریزیم داخل همین رنگ اسپریتمون دیگه که وقتی این می و کمو زیاد میشه رنگش هم با شروع میشه و بعد برای اینکه این هکمو زیاد بشه پورسر هم میتونیم یه ای انیمیشن بزنیم کار خیلی آسونینه من این داخل انیمیشنمون من میدونه از قبل ساختم اسمش رو گذاشتم فورس روی همون سیو میکنم و الان سیو شد ساخت و سیمپلش رو الان میتونیم رو بدیم روتیت فورسمون رو که اینجا من سیمپلش رو میذارم 12 و اد پراپرتی میکنم همین سیکنمون یعنی کد سیرکلمون این پایین روتیت فورسمون رو بهش اضافه میکنیم که اول از همه یک که ما نمیخوام یک باشه اول از همه قرار صفر باشه دیگه از صفر شروع بشه تا بره برسه به یک پس این اول اولش اینجا میکنیمش صفر اینتر شد صفر و الان میره میره و اینجا خودش داره حرکت میکنه میرسه اینجا به یک که ف... بذارید من پلی کنم خب سرعتش خوبه ولی یه خورده اگه سریع بشه بهتر من دو تا دیگه میارم اینجا این کی رو دو تا میارم عقب‌تر که الان درست شد دو تا عقب‌تر و دوباره همین رو باید برسونیم به یک به صفر ببخشید دوباره 10 ثانیه دیگه میشونم 10 تا میشونم اینجا میشه دهمی ده و اینجا دوباره می کنم صفر یعنی اول میشه صفر بعد از 10 صد ثانیه میشه یک بعد از 10 صد ثانیه دیگه میشه سوال صفر همینطور الان هی جلو عقب میشه میشه صفر یک صفر یک پس همین رو ما احتیاج داریم الان میگم میتونم شکرم 10 که سرعتش کمتر میشه نه من میگم 15 که سرعتش بیشتر بشه آره صورتش سوالش بیشتر شد فکر میکنم این خوب خورده زیاده ولی خب حالا فکر میکنم همین صورتش خوب باشه الان بریم که بعدی تست بکنیم الان چون فورس روتیت فورس ما داره کم و زیاد میشه و همون میره داخل فیلمنت و اونم کم و زیاد میشه ولی الان نشد اما بخاطر اینکه ما ایمیج رو بهش اصلا این ایمیج هم بهش اسان کردم کنسول هم پاک میکنم الان روتیت فورس ما کم زیاد میشه بنابراین ایمیج ما فیل امونتش کم زیاد میشه همچون می که اگه من پلی بره همچون میدنم داره کم زیاد میشه و همچنین گرادیانت هم داره روش تاثیر میذاره و رنگش رو تغییر میده با همون ای که نوشتم رو... سرعتش خیلی زیاد بود گذاشتم شوی همون دوازش سرعتش خیلی زیاد بود و الان دیگه ما میتونیم روتیت فورسمون رو یعنی روتیت فورسمون دیگه یه عددی که هی کم میشه یعنی اگر به عنوان مثال بیاید ما تست من کلکولیتر رو میارم اگر ما روی یک دهم ده به باشه و بخوایم بچرخونیم یک ده هم دو هزار اگر بشه میشه دیویست. و دیویست تقریبا سرعت خیلی کم و خوبیه و حالا اگر روی یک باشه و ما دوباره بچرخونیم که یک زد دو هزار میشه همون دو هزار دو هزار هم تقریبا سرعت زیاد و خوبیه پس عدد ما کلا بین تا دو سرعت چرخی پس شدتش بین دو هزار خواهد بود یعنی اگر من بیام روی قسمت قرمزش که دیگه کمترینه بزنم فوقش میشه 200 سرعتش و اگر روی قسمت سبز بزنم روی سبز بزنم این سبز و سرعتش تقریبا شو 2000 اینه بعد اگه دوست داشته باشید میتونید سرعت بیشتر بکنید دیگه زادت 20000 بکنید اگه دوست داشته باشید زادت 30000 بکنید هر دوست داشته باشید حالا من روی قرمز هم دیدید که زدم و یه خورده سرعتش کم بود و هر که دلتون میخواد میتونید سرعت این رو کم و زیاد بکنید خب آقا این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم و امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید و لذت برده باشید و گردونه شانس خیلی باحالی رو با هم دیگه ساخته باشید. بعداً شاید هم خودم داخل ویدیوام برای مجازات کردن از این گردونه استفاده کردم. چی میدونه؟ پس یادتون که حتماً حتماً ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال شما فعال بکنید که اگر من ویدیو جدیدی گذاشتم سری مطلع بشید و, و بیاید تماشا بکنید. خب دیگه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.